با درود و عرض ادب، رسانه‌ای هستم از پرشن وارز، جوایز پارسی در امریکای شمالی، در خدمت میهمان بسیار عزیز امروزمون جناب مهندس خسرو رحیمی میباشیم. جناب رحیمی، به برنامه خودتون، برنامه جوایز پارسی، خیلی خوش آمدین. سلام خدمت شما و بینندگان محترمتون، سلام عرض میکنم. منم خیلی خوشحال هستم که در خیلی متشکرم، ممنونم از وقتی که به من دادید. اگر که اجازه بدید شما رو ببریم به دوران کودکی و شهری که در آن به دنیا آمدید. من متولد آبادان هستم. دوران کودکی بیش فعالی محسوب شدم با توجه به نالجی که الان دارم. میتونم خودم کتگوری ببینم. از دوره راهنمایی شروع کنم. مدرسه راهنمایی توحید رو پشت سر گذاشتم، وارد دبیرستان شیافتیان شدم و سال 86 سال اولی بود که وارد دانشگاه شدم. سال 90 کارشناسی ارشدم و توی رشته مهندسی نفت یا توی ایران مهندسی شیمی یا رشته نفت توی تهران ادامه دادم و همکنون در خدمت. خیلی متشکرم، ممنونم. اگر که بخوام از شما بپرسم در ارتباط با، میدونم خیلی فعالین، من دارم با یک بیزینسمن موفق و تحصیل کرده صحبت میکنم، اگر بخوام در ارتباط با پروژه هایی که در دست دارید و این روزها مشغول به کار هستید برامون بفرمایید، ممکنه؟ من البته دو تا چهره متفاوتی دارم. یک کاری که دستی که خودم مطمئنشی که تحصیل کردم مشغول به کار هستم که مربوط به صنایع انرژی و نفت میشه، این موضوع مشغول هستم. و یک کار دیگه رو دارم که حوزه استارتاپ ها، تکنولوژی جدید، تکنولوژی های تک، فعالیتی رو تقریبا فعالیت ادوانس رو در پیش گرفتم و به جای خوبی رو رسیدم. اگه دوست داشته باشید میتونم داستان شروع من خودم رو یه فیلد استارتاپ ها شده معنی و مفهومی توی ایران نداشت. به عنوان کار دانش بنیان شناخته شد. شروع کار من از اون نقطه بود. به صورت حرفه‌ای وارد این فیلد شدم و مثلا موفقیت خوبی به دست آوردم. خیلی متشکرم. بسیار علاقه‌مندم بیشتر از این قسمت کارتون و استارتاپ ها بشنوم. خیلی ممنون میشم اگه برام بگین. قصه از اونجا شروع شد که مثل هر دانشجوی ارشدی برای فارغ التحصیل شدنش باید دنبال یه موضوعی میگشتم که برای تزم انتخاب کنم و از اون موضوع دفاع کنم. خیلی مرسوم و نرمال بود که اون سالا هر کسی باید میرفت مقالات 10 سال یا 5 سال پیش رو میخوند، دانشگاه پیشروی که تو اون زمینه بودن، و یه موضوع رو انتخاب میکرد و حالا چه به صورت آزمایشگاهی چه به صورت شبیه سازی سیمولیشن اون کار رو انجام میداد. اون سالا بحث نانو خیلی بحث داغی بود توی این زمینه. ما شروع کردیم مطالعاتی رو در زمینه نانو انجام دادن. قبل از اون تقریبا اطلاعات خاصی از نانو نداشتم، در حد اینکه یه تبلیغی یا ادورتایزینگ چیزی از نانو به صورت جنرال میشنیدم. شروع کردم مطالعاتی رو تو حوزه نانو انجام دادن و برام خیلی جالب و ادوانس میومد. یعنی یک خلاقیت هایی رو احساس میکردم یا یک نوآوری هایی رو احساس میکردم میشه با نانو توی فیلد کاری خودم انجام بدم. موضوع تز من EOR بود، ازدیاد برداشت نفت. یعنی شما به صورت طبیعی یک مخزن نفتی هر چقدر شما میتونید نفت رو استخراج میکنید و با استفاده از یک روش های دیگه میتونید اون به قول معروف افیشنسی یا اون تولید